سلام، سلام میکنم به همه دانشجوی پاخواسته ایرانی. هفته دیگه 16 آذره، یعنی یه هفته وقت داریم تا آخرین قرارها رو بذاریم و آخرین شبنامه ها رو دست به دست کنیم. درست همین شکلی، درست شبنامه‌ای که همین الان به دست من رسید، مثل همین باید دست به دست کنیم. همینی که روش نوشته شده 16 آذر باز میاد. حرف دانشجو چیه؟ این وضع رو نمیپذیریم. ما خواهان تغییریم. یه حرف تازه داریم. از پا نمیشیم. ما آینده سازیم. بهای آزادی هرچی باشه میپردازیم. ایستاده میمیریم. ما اینیم. اومدیم تا از نو بسازیم. جوانای انقلاب دموکراتیک، ما همه با هم هستیم. دانشگاه ها و مراکز آموزشی را به عرصه پیکار خجسته آزادی تبدیل کنید. نقشه ها و اقدامات رژیم برای مقابله با 16 آذر نظیر تعطیلی دانشگاه ها و سخنرانی های فرمایشی را با اعتراض و آماده باش مستمر و با ارتباطات فعال و اطلاع رسانی گسترده خونسا کنید. در تظاهرات بر آزادی بلادرنگ دانشجویان و تمامی دستگیر شدگان قیام تأکید کنید. به حرکت‌های اعتراضی خانواده‌های شهیدان و زندانیان سیاسی بپیوندید. یاد شهیدان را گرامی بدارید و تصاویر منحوس ولی فقیه ارتجا را با خروش مرگ بر خامنه‌ای به زیر بکشید. نصر من الله و فتح قریب، مرگ بر این رژیم مردم فریب. ایران زمین به دست فرزندان رشید خود آزاد می‌شود. چه قسمت‌هایی از فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران برای 16 آذر بود؟ داشتم با خودم فکر میکردم که اگه تو برنامه دانشجو هم تکرار بشه حتما سرتو بالا بگیر، حتی اگه این همه سایه سر به زیر آرزوهات رو سرسری بگیرن. سرتو بالا بگیر، حتی اگه جوابش یه سنگ باشه و یه زخم و چند بخیه. سرتو بالا بگیر، حتی اگه بدونی با این کار وزنش چند برابر میشه و کم کم روی شونه‌هات سنگینی میکنه. سرتو بالا بگیر. آدمای سر به زیر زیر پاشون پی آزادی میگردن. تو سرتو بالا بگیر. اگر یادتون باشه که البته حتما هم هست، هفته پیش سوال مطرح کردیم که قرار شد تو این برنامه بهش جواب بدیم. اول سوال رو یه بار دیگه تکرار میکنیم. سلام. تو دیگه چیکار میکنی؟ نه هیچی، من اومدم که سوال برنامه هفته قبل رو مطرح کنم دیگه. از گذشته اومدم که سوال رو مطرح کنم. باش بله. سوال برنامه هفته قبل این بود که اگر شما واقعاً در روز تظاهرات 16 آذر با چنین صحنه‌های مشابهی مواجه بشید، اون وقت چی کار می‌کنید؟ چه واکنشی خواهد داشت؟ سوال ما این بود. خداحافظ. بله. تموم شد؟ مرسی. خداحافظ. خب، بگذاریم. سوال رو هم که شنیدیم. حالا جواب رو به هم بشنم. شهرام هستم از کرج. من هر بار که این تصویر رو میبینم آتیش میگیرم، قلبم میاد تو گلوم. اگه من توی این صحنه باشم، دستی که رو خواهرم بلند میشه رو میشکنم. هرچه باد باد. بله، هرچه باد باد. خب، ایمیل بعدی. سوال خوبی رو مطرح کردید. اتفاقا ما با بچه های تیمون بارها راجع به این موضوع صحبت کردیم. ما میخواییم 16 آذر واسه این صحنه ها کمین بذاریم. این پاستر وحشی که اینجوری جلوی دختر مردم قلدری میکنه، اگه با ما مواجه بشه مثل موش آب کشیده دنبال سوراخ میگره. به خود مولا قسم، ما راه ادب کردن این سگا رو خوب بلدیم. صبر داشته باشید، نشونشون میدیم. باریکلا به صادق و بچهای تیمشون. بریم ایمیل بعدی. ایمیل بخونیم یا تلفن جواب بدیم؟ البته فکر میکنم که شما ترجیح بدید که تماس ها رو بشنوید و به اونها جواب. بله میشم، بفرمایید. دانشجو میشمه. سلام از ماست، بفرمایید. بخونه
ازم فوش بدم. مگه اون دختر بیگناه چی میخواد؟ بدهید از آزادی؟ به خدا این کاری که این ناموسلمونا با ملت و ناموس ما میکنن مغلا هم با ما نکردن. مگه ما مردیم؟ بذاریم دست این نامحرم های بیشرف اینطوری خوار مادر ما بلندشه. به خدا یه پارچه آتیشیم، قیامت میکنیم، قیامت دفاع میکنیم. هنوز بازی تمام نشده، بگرد تا بگردیم. بله درست میگید، بگرد تا بگردیم. دم شما گرم. ببخشید اسم شریفتون چی بود؟ من کوچیک شما سهرابم. درود بر تو سهراب جان، درود بر تو. خوشحال شدم صدات شنیدم. اگه کاری نداری. الو الو سهراب. بله درود بر تو. خب اگه موافق باشین بریم ایمیل بعدی. ایمیل بعدی با هم بخونیم. میخوام یه تجربه رو باهاتون در میون بذارم. بهترین راه برای مقابله با این وحشیگری ها تردد جمعیه. نباید تک بیفتیم. ما بچه های دانشگاهمون چندین بار تو همین 13 آبان با چنین صحنه مواجه شدیم. وقتی که دست در دست هم بودیم و با هم شعار میدادیم و جلو میرفتیم، اونا از ترس جمع شدن مردم سری جا میزدن. یعنی میخوام بگم مقابله با این صحنه ها نیازمند یه هوشیاری جمعیه. وقتی که کنار هم باشیم راحت میتونیم با این مزدوره وارفته و بزدل مقابله کنیم. به قول اون شعار جالب، وقتی که با هم هستیم از چی باید بترسیم؟ سلام به شیرازی ها و درود به هوشیاری جمعیشون. از انتقال این تجربه ارزشمند متشکریم. حالا میریم سراغ یه پیام تصویری. سلام، در رابطه با پاسخ سوالتون فقط میخوام یه هشدار بدم. میخوام به بسیجی ها، لباس شخصی ها و مامورای نیروی انتظامی حکومت هشدار بدم. میخوام بهشون بگم که به نفعتونه که 16 آذر تو بیناتون کس کنید و پاتون رو تو خیابون نذارید. به نفعتونه که برید زیر عبای ولایت، چون این دفعه ما برای جنگ از خونه هم بیدیم. ما این دفعه پاسخ هر خشونت رو میدیم، از هیچی هم نمیدیم. یا ما بس سرمون گذاشت. و اما در انتها پاسخ دانشجو. پاسخ دانشجو هم داشتیم.